بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه در ظرف قدرت اهمیت پیدا کرد در اوج مقام جمعی است و در متوسط ظرف کمال قدرت و کمال قدرت و ظرف جمعی کمال که ظرف جمعی کمال در زمینه محبوبینه و ظرف متوسط به محبوبین و محبینه. پس کمال و مقام جمعی حتما محبوبه و قدرت و کمال میتونه محبوب باشه، میتونه محب، همونطور که در بحث سلیمان عنوان کردیم. حالا در ظرف کمال یه موقعیتی میرسه که وقتی میگیم کامله یا مقام جمعی داره یعنی چی؟ وقتی میگیم کامله یا مقام جمعی داره یعنی ناسوت رو فارغه. این در ظرف ناسوت دیگه دخمه نداره، لخته نداره، حظ ناسوتی براش دیگه حظ نیست، مشکل نداره، زمینه پیدا نمی کنه. وقتی میگیم به ظرف کمال رسیده یا به مقام جمعی رسیده یعنی اصلا ناسوت نداره. این لخته، زخمه، دخمه تو ناسوت نداره، فارغه. که حالا همین عباراتی که عرض میکنم تو باب معرفت و عرفان در ظرف عرفان عملی هر کدومش یک قاعده است. چطور میشه تو سالوس زخمه پیدا میکنه؟ این لخته میشه، این دخمه پیدا میکنه، یعنی حز در ناسوت، حضوز ناسوتی در جان این یک رگه ها رو هنوز گذاشته مانده. من چجور عرض کنم؟ بعضی از این گیاهان رو یا میوه ها رو شما میبینید وقتی میخواید مصرف کنی تو اینها ریشه داره، این زبره داره، میوه است، زبره داره، ریشه داره. یک میوه میبینید صاف صافه، شما هندونه رو ببینید گاهی شته داره. این زخمه، دخمه، لخمه، تمام اینها اون حظای ناسوتی دو دسته ندارن. یک صاحبان کمال، صاحبان جمعی. صاحبان جمعی اصلا ندارن، صاحبان کمال به ظرف قلیل و محبوبش و محبش هر دو داره. لذا شما ببینید اگر کسی به ظرف کمال رسید فارغ شد. این که میگید سالک فارغ، سالک واصل، سالک محقق، اینا با هم فرق میکنه اصطلاحاتش. سالک فارغ، واصل، محقق، اینا با هم دیگه فرق میکنه. لذا به قرآن که میرسیم میبینیم چقدر زیبا این عبارات رو بیان میکنه. قدرت و کمال، قدرت و مقام جمعی، قدرت و فراغ، قدرت و وصول، تمام این زمینه ها در انسان پیدا میشه. حالا این چند آیه که ذیل سوره نمل هست اینا رو داره بیان میکنه. الله اکبر که
الان ما داریم قدرت و کمال بگی میکنیم، ببین سوره خودش همینطور داره میاد. یه وقت شما یه مطلبی رو میری از این ور اونور میاری، آقا یه آیه از اینجا، یا خودش انگار کن که قدرت و کمال یه قرآنه. و اگر قدرت پیدا کنه انسان، امکانات پیدا کنه، خدا به ما توفیق بده، من 10-20 قرآن می نویسم. 20 قرآن. هی میگم که شما هم دنبال کنید. قدرت و کمال، قدرت و استخاره، قدرت و تفعل، قدرت و گنجینه، قدرت و اشکال، قدرت و موهبت، قدرت و پنهانی. قرآن هر زمینش یک انباشتگی هایی داره. ما اینا رو باید جدا کنیم. ببینید یه کار کردن، قرآن رو اومدن چه کار کردن؟ 30 جز بش کردن. بعد نمیدن چقدر حز بش کردن. بعد اومدن آقا 40 پارش کردن، 60 پارش کردن. این برای مرده ها که میخوان قرآن نمیشه. حالا توی مجلس ختم شما 200 قرآن بذاری. اومدن پاره پارش کردن. فقط اومدن کاغذاشو پاره کردن. هیچ کاری نکردن. اما اگر شما قدرت رو با تخصصات مختلف جدا کنید. من هی بی خود قرآن رو برق نزنم. قدرت و قرآن. قدرت و کمال. قدرت و گنجینه، قدرت و استخاره، قدرت و تفعل، قدرت و غیب، قدرت و چی. اگر قرآن رو اینطوری تقسیم میکردید، نه کاغذاشو پاره کنید، 30 پاره، 60 پاره، نه 40 پاره، این نه، آیات رو جدا جدا بکنید، جمعیش باشه، تخصصش باشه. می‌بینید آمه؟ همینطور که داریم این همه قدرت و کمال آیات رو به این چجور می‌کنه. الان شما به این سوره نم که داریم پیش می‌رفتیم شما ببینید. آیه 87 می‌فرماید علم، بله علم تره یرو انا جعلنا اللیل لی یسکنو فیه و نهار چی؟ بعد در آیه 87 ببینید چی میفرماید. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. خدا وقتی میزنه تو شیپورش همه فزع، سماوات، ارض. حالا یه وقت میگه کلو من علیها فان. مهمی یعنی چی مهمی؟ میگه هر کی رو زمینه فانی میشه. اگه رو زمین نباشه چی؟ هیچ کارش نداره، سر جاشه. کلو من علیها، هر چی پاش به زمین بخوره فانی میشه. این خاک انگار سستش میکنه، فانی میشه. اینجا زمین بس از خاک نیست. میفرماید ففزع یوم ینفخ فی الصور. حالا صور کیه؟ ففزع من فی السماوات و من فی الارض. همه یعنی ملائکه، کی همه فزع. الا یه دسته، لا فزع الا من شاء الله. اینا ممکنه رو آسمون باشن، ممکنه رو زمین باشن. ممکنه تو برزخ باشن، ممکنه تو دنیا باشن. سماوات و عرض داره میگه. ممکنه تو مثال باشن، ممکنه تو ملکوت باشن. آقا این یه دسته کی هست که لا فزر؟ اینا اونایی هن که لخته ندارن، زخمه ندارن. اینا اونایی که رگه ندارن، ناسوت و فارغ هن. یا به کمال یا به جمعی. لذا ببینید از همه سماوات عرش الا من شاء الله.
اینا فزعه ندارن، بخوان حالا غمی بستید تکونش بخورن، تکون بخورن. من یه چیزی میخوام بگم دیگه از اینجا در نمیاد. اینا کیان که لا فزع؟ اینا کیان؟ صدر آیه میگه یوم ینفخ فی الصور. این نفخ فعل مجهوله. خب کی نفخه؟ ها؟ کی نفخه؟ یعنی معلومش کن، یعنی یوم ینفخ الله فی الصور خدا میدمه یا نه؟ این لا فزع نفخه، حالا یکی که داره تیر میندازه این اگه دستش تکون بخوره که دیگه نمیتونه تیر بندازه که. اون بابا که داره تیر میخواد بخوره الان میلرزه، این پر و بر میپره یه جور تیر بهش نخوره. نکنه این من شاء الله خود اینا ینفخ فی الصور نفخه، نه نفخ الله فی الصور خدا با اون باد بکنه تو، نفخ بکنه تو این، یه کسی دیگه نفخه. اون کیه؟ همین لا فزعه، همین منشاءن. وقتی ظرف سور پیش میاد یه دسته از اونایی که فزع ندارن همونایی که نفخ دارن، صاحب و نفخ. اگر رفتید یه وقت تو حدیثی روایتی جایی پیدا کردید که گفت نمیدونم امیر مؤمنان صاحب و نفخه، آقا این لا فزع، این صاحب و نفخه، این قدرت رو با اصلا این فزع نداره. آقا فزع نداره چیه؟ این خودش نفخ داره، این نفخه. خیلی کمال، خیلی قدرت. یه وقت میگه این فزع نداره، یه وقت میگه خود این نفخه. یه خودش که نفخه که خودش فزع نمیتونه باشه. تو سماوات از مثلا ببینید، از سماوات نگو فل ارض و سما، چون اگه میخواست ارض رو جلو بندازه باید میگو فل ارض و سما. چرا؟ ارض مفرده تو قرآن. حالا اگه موردم اومده باشه قاطبه نیست، قاطبه قرآن عرض مفرده. اگه عرض جلو مینداخت باید بگو فل عرض و سما. به خاطر همین فل سماوات و عرض، سماوات جلو انداخت که مطابقت توش لازم نباشه. سماوات که گفت همه رو میگیره. یعنی ممکنه میکائیل و اسرافیل و اسرائیل هم فزعه، میگو با همه با، با ما هم با، اتفاقا با شما هم با. اون بابا چی بود؟ میگو گله رو دزدیده بود چپونه، بعد شکایت کرده بود ارباب، بعد میخواست رو این رفت وکیل گره، وکیلی گفت تو بلد نیستی درست حرف، اونجا که میگه هیچی نگو، هرچی از دست سوال کرد بگو با. همین بالاخره شکایت کردم رفت گفت تو گفت بنام اسم چیه؟ گفت با. گفت گله کجا؟ با. شکارش کردی؟ با. هی با با بیچی. وکیل گفت قربان ببین بدبخ اصلا چیز حالش نیم که گله به دوزه ایم بیچی تبرهش کرد رفت. وکیل رفت گفت پول ما رو بده بینیم. گفت با. آمد تو با. اسرائیل این همه با جرم، اینو گرفته، اونو گرفته، پیغمبر رو گرفته، امام گرفته، اینو گرفته. خدا
خدا نمیذاره این جون سالم رو در ببره. اسرافیل کجا بوده؟ خدا نمیذاره این عزرائیل جون سالم در بره. بالاخره یکشی پزه. لذا ببینید در روایت داریم تمام ملائکه اقویا، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، جبرائیل، برو بابا دیگه وقت تموم شد، برو دنبال کاره. عزرائیل میخوام چیکار؟ عزرائیل میخوام چیکار؟ میرسه آقا به اسرافیل میگه بود تو این کارو کن. هیچی. عزرائیل با عزرائیل من خب همه رو تمومش کنم، تو رو میخوام چیکار؟ خب برو همین تا اینجا لازم بود. آره لازم بود. اگر رفتی تو روایات یا گفت این امیر مؤمنان است که نفقه اون چی نفقه 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 اینایی هم که فزع ندارن، اولیاء خدا، انبیاء الهی، اینایی که صاحب ولایت، نه ولایت آبگوشتی، ولایت که خون توشه، حاضر خونشو بده، صاحب الولا. نه لازم نیست معصوم باشه، باید ولا داشته باشه. ولا معصوم از اسرافیل بالاتر میشه. پس قدرت رو با که اصلا سورم روی این اثر نمیذاره. قدرت بابا این هزار تا قدرت داره پخش میکنی میترسه، این کجاش قدرت داره؟ الا ما من شاء الله. ببین ما هم نیست، من این خیلی الا من شاء الله. پس ما هی قدرت یاد پادبان نیفتیم. قدرت اینجاست، هیچ که هم در بودی همین هم در مقابل خدا که نیست. کلون عطاه و داخرین همشون دخرن نفخن وضع دخره. پس این یونفخو خدا نیست، کلون عطاهو داخرین همشون میان، یعنی اون که نفخه، اون که فزعه، اون که لا فزعه، اون که دخره، همشون میان عند الله. صاحب السور هم میان. حالا قدرت و مشیت، یک کسی برسه به مقام مشیت، برسه به مقام کمال، برسه به مقام جمعی. متاسفانه ما از بس که ناسوتی شدیم، از بس که افتادیم تو دنیا و خرق پرت دنیا، اصلا این چیزا رو یا حالیمون نمیشه اصلا حوث هم نمی کنیم. برو بابا یه نون سنگک بیشتر از اینا ذائقه رو شیرین میکنه. میگفتش که ولی اینا همه ناسوته، یعنی زخمه دخره، تمامشون ناسوته. وقتی رسید به من شاء الله این کماله. حالا آدم چطوری میتونه به اینجا برسه؟ واقعا من به فکر این بودم که چجوری میتونه به اینجا برسه. دیدم میگم فلفل نبین که ریزه بشکن ببین، همین سوره نملا اومده اینا رو مرد، هیچ که اینطوری بیان نکرده. شما ببینید در آیه 89 وقتی که خدا قدرت نمایی میکنه، 88-89 ترال جبار تحسبه و جامون در هیه تمور رو مرد سن الله زدی از قبل کل شاید چه رجز میخونه، من جا عبل حسن تله خیر منها و هم من فضع این یوم ازن آمن. در آیهش یوم ازن این روز من فضع این آمن، این اصلا فضع نداره، بی خیال همه را آب ببره، اینا رو خواب میبره. آقا قیامت داره میشه ها، شلوغ شده ها. اصلا میگن رستم یه وقتی به یه درختی، به یه کوهی تکیه داده بود، پاهاشو انداخته بود رو هم، همینطور نیمه خواب بیداری خورخور میکرد. گفتن اینی که زورمون برسیم بریم اینو بکشیمش، رفت از بالای کوه تخت سنگی رو بندازیم
بیفته روش له میشه. سنگر لایه بعضی که از رو هی داده در اومد سنگ رو دیدن یه اصلا تکون نمیخوره بد مستم محکم باش رو هم انداخته نشست یه لم داده به کونا سنگه که نزدی شد همیتون با پاش زد سنگه پرد شد اون برد اونا هرسوجوش بخوردن این این خیالش نمید پردش کردن. حالا اون موقعی که همه تو حرص و جوشم اونجا گفت من عرض کنم که شاه الله اینجا می فرماید من جا عبدالحسن فلهو خیر منها و هم من فزعین یومعیزین آمنون. حسنه یعنی چی؟ همین این حسنه حسنی رو میگه این که اینقدر نمیشه بالا باشه. آقا این جا عبدالحسنی حسنه کیه؟ تو باب ولایت که میری میبینی این فلهو خیر منها و هم من فضع این یوم ایزن آمنون این حسنه. آقا یه لیوان آب بده به یکی حسنه سه این فضع دنیا رو به دیو حسنی نی این حسنه با الفلام به طور مفرد به اضافه و بالباء میگفتید الفلام چیه؟ عهد ذهنیه. با الفلام عهد ذهنی مفرد تای تانیث بالحسنه. تو باب ولایت که برسیم اونجا من این حسنی میگم چیه؟ اونجا سند داره، قواله داره، پلاک داره. اونجا میگم چی میزنه تو این نفخ. اسرافیل، اسرافیل خودش خلطیده اونجا. اینو میفرماید. حالا این آیه بعدی معترض است و من جا به سیعه و کبت رجوع خوهم فنا. الله اکبر. در اینجا گفت من جا به لسانه فلهو مفرده. در اینجا من جا به سیعه و کبت وجوه و خم. آقا من جا به سیعه. خب اینجا هم بگو فکبت وجوه و حوف نار. وجوه و حوف نار. چرا وجوه و خم؟ اونجا یه نفره. من جا به سیعه اینجا یه نفر نیست. اصلا این سیعه هم که با داره الفلام داره الفلام حتی ذهنی داره مؤنثه چیه چیه من چیکار کنم؟ تو باب ولایت سنداش میدم بهتون الان بی سند میگم من جا به سیعه قتل بی بیه فکبت وجوه خون فنار قاتلین اون حضرت لذا یه نفر نکشت حضرت زهرا سلام الله علیها تعالی را. اونجا حسن یکیه امیر مؤمنانه. اینجا سیعه من جا به سیعه قتله بی بیست فکوت وجوه هم فی نار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. یعنی ما که بی‌انصافی نکردیم به کسی. خب اصلا از ولایت و از عینی اینو اصلا حرف نزن. آدم عین حرف میزنه اصلا از خودش سیر میشه، از عمرش سیر میشه. اصلا انگار یه جوری مخصوصا از حضرت زهرا که آدم حرف میزنه انگار تعادلش از دست میده. من خیلی تست کردم، شاید بیش از 50 سال تست کردم پیغمبرا، ائمه، امامان، علی، امام حسن، امام حسین. وقتی حضرت زهرا صحبت انسان تعادل شد دست میده، انگار یک اهمالی تو وجود انسان پیدا میشه. چیه؟ چیه؟ نمیدونم
اگه بگم میترسم شما بخندید به من. بیش از چند هزار بار من آزمایش کردم، چند هزار بار تو 50 سال، هر بارش ممکنه یه هفته طول بکشه. چیه؟ یه وقتی یکی سوال کرد، گفت که جا فردا شهادت از زهرا شدن. کی؟ شهادت شد من نمیدونم. گفت حضرت زهرا کیه؟ گفت من نمیشناسمش والله، خواهر ندارم، نمیشناسم از زهرا، نمیشناسم. تو میشناسی؟ میشناسی از زهرا رو؟ ثانی هم نداره، نه امام بوده نه پیغمبر بوده، اصلا بی حفظ سمت انگار هستی بوده. حالا ما تو اون کتاب کوثر ناموس حق گفتیم آقای ناموس حضرت حق، پیغمبر میگه آقا این ولو لا فاطمه لما خلقتکما، شما کی هستید؟ نه مثل. حالا از این بیاد بیرون، عرض کردم جمله معترضه است. خب حالا ما میخوایم امن بشیم، فزع نداشته باشیم، چی کارا باید بکنیم؟ این 4 تا آیه اومده این بیان کرده، چی کار کنم؟ 1، میفرماید انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها. اول قبله داشته باش، عبادت کن. لذا امر تو امر شدم ان اعبد رب هذه البلده. فعل چرا مفرد اومده؟ عبادت راحت نیست. ان اعبد، اعبد و نعبد متکلم وحده است. امر تو، من امر شدم. کی امر کرده؟ اجازه ندارم بگم، فعل مجهوله. امر تو ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها، خدا حرمت داده به این بلده. و لهو کل شی، و لهو یعنی چی؟ اون رب همه چی داره. بله اگه بگید اون بلده که مؤنثه، لهو مذکره، اصلا بلده همه چیز هم نداره، فقط حرمه ها. حرمه ها ممکنه حرمه ها من الخیرات. الان مکه از خیرات محرومه، گرچه حرمه ها هست، حرمت هم داره. از کدوم خیرات؟ ببینید، ایمان، صفا، ولایت، آزادی، استقلال، هیچی چیزی توش نیست. مکه رگمش آقا آدم های مشنگ گنده گنده هاشون هیچی، اصلا من 4 نفر اینو بکشه این برون بر با گاری، هیچی داره که کلون ارز کنم که لهو کل شی، کل شی نیست. این لهو هر میگرد به اون رب، رب کل شی داره و لهو کل شی. پس یکی اینجا عبادت، عبادت ربه، اونم عبادت رب هذه البلده، یعنی این خدا، نه اون خدایی که مسیحی میگه، یهودی میگه، نه این خدا قبله. بعد میفرماید دوباره و امرتو ان اکون من المسلمین، همش هم متکلم وحده است. من شاعه امرتو، خب بگو کی امرت کرده؟ امر الله تبارک و تعالی، نمیگه امر الله. من اینا رو تو با ولایت یه معناهایی داره،
اصلا نمیشه اینا رو غیر اون باب که بوی خون میده صحبت بکنی. و عمر تو ان اکون من المسلمین، خب گفتی دیگه هاذه البلده لفی حرمه ها دیگه. میگه شکلشو گفتم، حالا محتواشو میگم. ان اکون من المسلمین، خب پس میگی ما عبادت خدای مسلمان ها رو بکنیم. خب بله، در آیه 92ش ببینید میگه حالا که عبادت کردی و ان اتلو و القرآن، قرآن تلاوت کن، عبادت قرآن. میخوایم ببینیم اون آمنون کیا هستن. اتلو و القرآن، نه اینکه قرآن رو مطالعه کن، نه اینکه قرآن رو تحقیق کن، نه اینکه قرآن رو قرائت کن، اتلو و القرآن تلاوت. و ان اتلو و القرآن، حالا که اصل و القرآن می فرماید فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، اون حسنه. و من ضل و من ضل فقل انما انا من المنذرین. و من ضل فقل، تو بگو انما انا من المنذرین. اونجا گفت یهتدی، اینجا نگفت من زله نمیدونم جهنم فلان اینا. و من زله، چون کار باریکه، زود تیر خلاص نمیخوره. و من زله فقل انما انا من المنذرین. خب حالا تو من المنذرین موقع چیکار کنی؟ میگه ببین چیکار میکنه. و قل الحمد لله سیریکم آیاته. پیغمبر میگه من هیچی، من فقط من منذرینم. خب پس چی؟ اوستام الان بهت میگه اصلا این آیات نمیدون آدم چی کارش باید بکنه. و قول الحمدلله، تو بگو الهی شد الحمدلله، تو دیگه نمیخواد کار بکنی، فقط بگو. و قول سیوریکم آیاته، یوریکم ارائه میده، نشونت میده. و تعرفونها، تعرفونها آیات رو به معرفت میرسونه. این معرفت با اون معرفتی که عارف میگه فرق میکنه. این معرفت با اون معرفتی که آمنون دارن فرق میکنه. این معرفت، معرفت هرمانیست. وقتی سیوری کم آیاتهی، آیات چه نشون میده؟ فتعرفونها. حالا میگه خراب کردی، باختی، کم آوردی. معرفت گفت چی؟ گفت من اولم، از در آخر صندلی اول، از آخر اولم. این معرفت اون معرفت از در آخر صندلی اوله. سیوریکم آیاتهی و تعرفون همتون ها اون آیات را. لذا ببینید و ما رد بکه به قافل همه تعلمون. خیال کردی بهت نمیگم نمیدونم، خیال کردی بهت نمیگم نمیدونم، حالا ستعرفون ها. من نمیدونم داره غزل میگه با کی طرفه. آقا با اون حسنی، با این حسنی طرفه، با ما طرفی. خدایا ما چی کار حسنیم هستن؟ ما نه این بریم نه اون بریم، ما همونطور مستمع آزادیم. اصلا با مستمع آزادا نیست. آقا قرآن و ولایت، اون 20 قرآن که عرض کردم، قرآن و ولایت. قرآن رو بخونید فقط بسم الولی. آقا داری با کی حرف میزنی؟ فقل انما انا من المنذرین، فقل الحمد لله سیوریکم اوسام آیا تهی فتعرفونه. همه شون وقتی آیات میاد فتعرفونه ها، همه میکنم. در روایات داریم اول من
یدخل فی النعیم فی الجنه حضرت زهرا سلام الله علیها است. و تو اون لحظه من فزعین یوم ازن آمن هیچ کس عذاب نمیبینه تو محشر، یعنی آخرین لحظه است که آرامش رو میبینن اهل محشر. بعد که این لحظه تموم میشه، حالا تعرفونه ها میبینن ما چقدر باختیم، ما چقدر باختیم، ما با این طرف بودیم، با این درگیر بودیم. یه لحظه است. من اینا رو همه رو سند محکم، منتها اینجا جای سند این چیزا نیست، الان میخوای قدرت رو بیان کنی. یه لحظه همه من فزعی یوم ایزن آمنون، یه لحظه تا وقتی حضرت رد که میشه. دیدی آقا تو مدرسه ها تو کلاس ها حالا این معلم ها همه دو زانو نشستن یا تو صندلی نشستن، دستاشون نشستن، سنگی نشستن، تا معلم میره بیرون همه میرزنده. اگه یه وقتی کسی گفت من رفتم دیدم، تکذیبش نکنی، هیچ کم نمیگه من رفتم دیدم، میگم اگر. وقتی حضرت رد میشه محشر شروع میشه. میبینید یه لحظه من فزع یوم اذن آمنون، یه لحظه نفس کش برای همه حضرت رد میشه. کی بوده؟ کیه این؟ من اگه این یه سورش میکردم این سوره رو میذاشتم سوره ولایت، منتها نمیشه بذاری سوره ولایت. اگه میذاشتم سوره ولایت الان دیگه این ولایت هم نمونده بود. این چند تا آیه خیلی مهمتر از سلیمانه. دارم چیکار میخوام بکنم؟ گفتیم چی؟ سلیمان مقام کمال داشت، مقام جمعی نداشت. گفتیم سلیمان این اشکالا رو داشت، این حسنا رو هم داشت. گفتیم که بلقیس این حسنا رو داشت. ما از بلقیس کم اشکال دیدیم، یعنی قاضی آخرت بشیم بلقیس و سلیمان رو بذاریم کنار هم، آه خیلی نرمال بوده این بلقیس. سلیمان خیلی بزرگ بوده ولی مشکل داشت. ولی اینا مقام جمعی ایناست، اصلا مشکل که ندارن هیچی. من فزع یوم اذن آمنون، همه مشکلشون رفت میشه با وجود این هست توی این هست. مقام جمعی عالم هستی بی بیست. من جرأت نمی کنم، یعنی دم زور میترسم یا حمله بر هزیون بشه. اینا امیر مؤمنان هم اونجا احتیاج داره، خود پیغمبر هم اونجا احتیاج داره. یعنی چی بی بی که رد میشه امیر المؤمنین پیغمبرم یه تکونی باید بخورنی؟ من اینا همه سند دارم، همهش سند دارم. 30 سال گفتم اون با اولا 30 سال بگم، تمام مدارکشم آماده است. بچه بودم جمع کردم آماده کردم، ولی حالا تو این مملکت هیچ کاری نمیشه بکنم، یا لااقل ما نمیتونیم بکنم، زورمون نمیرسیم، بی عرضه ایم، ضعیفیم، ناتوانیم، نمیدونم چی نمیشه. اینی که می فرماید و
و هم من فضع یوم ازن آمنون انبیاء را میگیره، چون جا بلحسنه همه خوبا اینجا هم بعدش هم که به سیه هست. یعنی میشه جا بندازی؟ اصلا میتونید ببینید چرا حضرت زهرا عرض کنم که پیغمبر نشد، چرا امام نشد، نمیدونم چرا نماز جماعت نشد، چرا سخنرانی نکرد، چرا قاضی نشد، چرا امام شنبه جمعه نشد؟ میگن اگه میشد وقت فیمینیستا دست میگرفتن گفتن خب ما هم مثل اون، ما هم میخوایم بشیم، اون شد ما هم میشیم. میگن برای این، یعنی اون حضرت از حقش محروم کرده که شما رو تو زیاد نشه؟ نه بابا، این نبوده اصلا. چی بوده؟ امامت کوچیکه، پیغمبری کوچیکه به این قامت. نمیشه رو که پیغمبر، نمیشه رو. امامت کوچیکه، پیغمبری کوچیکه. بله ما امام خیلی داشتیم، پیغمبر هم خیلی داشتیم. حالا اولی داشتیم، وسطی داشتیم، آخری داشتیم، هاپک داشتیم، پس و هرکی همه چی داشتیم، آقا چپ میزنن، راست میزنن، اینی پیغمبر همه چی داشتیم، امام هم داشتیم. اما بیبی دو عالم یکیست. چطوری میشه اینا رو مستند کنیم؟ یه پیغمبری بگه، یه امام بگه، یه روایتی بگه، جبرائیل یک کسی باید بگه. من بگم قبول نیست نه؟ نه بابا، باید سند داشته باشه، شناسنامه فلاک داشته باشه. این بنده خدای کتاب می نمیشه میگه این حرفا گنده است، نمیخرم تو، نمیخرم من، یکی دیگه میخرم. اینا همه سند داره. لذا عرض میکنم بهترین کاری که انسان میتونه بکنه به تنزیل اون مقامات برسه تو باب معرفت و قدرت، یک عبادت، دو تلاوت. سه معرفت، عبادت، تلاوت، معرفت. قرآن رو مطالعه، نمیگم مطالعه نکن، بکن، نمیگم قرائت نکن، بکنه، تلاوت، فقط تلاوت، تلاوت. اونایی که اهل تلاوتن اصلا فصول کاراشون رو با تلاوت انجام میدن. مثلا الان شب نشستی میخواد 4 تا درس مطالعه کنه، یه درس مطالعه میکنه تلاوت، دومی مطالعه میکنه تلاوت، سومی مطالعه میکنه تلاوت. اینا رو قافیش نباید بکنه. آقا این مطالعه میکنم، این 1 2 3 4، بعد روزم که میره قاطی میکنم، درس ها رو قاطی میکنه، یا اینه به جای اون میگه، اونه به جای اون میگه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، خب این مرد مغز داشته اما حافظه اونقدر قوی نبوده. جزا ببینید این 30 سال لاغت بعد انقلاب که این همه صحبت کرده، نمیتونید پیدا کنید یه آیه قرآن رو تا ته خونده باشه مرحوم امام، یه دونه آیه. ولی میشه پیدا کنید که یه جاهایی یهو لطنتی جا به جای این چیزا رو میشه پیدا بکنید. از بست این مرد متفکر بوده. بزن عقل میکنن ایشون وقتی میمده درس بسید کسی با ما حرف نزنه، اگه درس زن قاطی میکنم درس دیگه میرم اونجا، این حرف میاد تو ذهنم، درس هم قاطی میشه. آقا درس تو خوابم باید بگی. میگه نه من تو خوابی نیستم، من بعدن بپرسیم.
عبادت، تلاوت، معرفت. این قدرت معنویه. این قدرت پادگانه نیست. میتونه اونم داشته باشه. ولی اون نیست. عبادت بکنه، تلاوت. یعنی بعد نماز تلاوت، بعد درس تلاوت، قبلش تلاوت. میخواد بخوابه تلاوت، بلند میشه تلاوت. اصل و القرآن. یعنی عمر تو به ان اصل و القرآن. من مأمور شدم قرآن بخونم. و ما تلاوت خیلی کم داریم. مطالعه میکنیم، نمیدونم چی کار میکنیم. مثل کتابهای دیگه تحقیق میکنیم، این کارا میکنیم. تلاوت. قرائت هم نه. چون نمیشه اونقدر که قرائت کنی تلاوت بکنی. قرائت میگه فقط او من قرآن ما تیس هر چی میتونی بخون. آب نانه میوه ممکنه یکی بشنی یه جعبه میوه بخوره. قرائته. تلاوت نمیشه یه جعبه بخوری. لذا باید تلاوت رو یاد بگیر آدم. خود ائمه معصومین که تلاوت میکردن اینو چیکار میکردن؟ اونا خودشون با سنگینی آیات رو رد میکردن تو تلاوت. لذا قرائت فقرو فقرو ما تیس هر چی میتونید دور جز سه جز. بزرگان اعاظم علما گذشتگان قرآن خیلی قرائت میکردن ولی میگفتن ما زورمون به تلاوت نمیرسه. تلاوت. اینجا میگه عمر تان اصل و القرآن. برای معرفت، برای کمال از این سوره مورچه، سوره نمله، اگه اینو یاد بگیره انسان، عبادت، اونم جماعت دیگه نداره، عبادت، عبادت، تلاوت، معرفت، فتعرفونه. حتما باید باستیم اون برای قبر فتعرفونه. همینجا تعرفونه. حتما باید تو یوم ازن بریم. خب همینجا. اگر این زیل سوره نمل به همین بیان که عرض کردن این سه کار رو دنبال کن انسان، حالا این دوتا رو چهارتا دید، چهارتا رو یکی دید، هیچ وقت نترس. یک ساختار قدرتی در ذیل این سوره نمل خدا رو با آخو میخواستید تو سوره فیل بگی اینا رو، تو سوره نمیدونم بقره بگی، جناب بقره با اون اومده اینجا سوره نمل. واو تو چی؟ 20 چه 30 بده 40 بده تو سوره نمل، اونم تای سوره نمل، اونم بعد از سلیمان، بعد از بلقیس. یه بلقیس هم آورده میگه این نبشی مادهش. جفتشون هم محبوبین بودن، بلقیس هم محبوبین بوده. حالا بلقیس یه آدم حملکرهی نبوده. این آقا فضائل بلقیس من جرأت نکردم تحصیلم سلیمان کم بیاره. باور میکنه ترسیدم. من عرض کردم چای داغ زیاد میخورم و آب یخ هم خیلی یخ زیاد میخورم. یه خود ترسو شدم. تازه سابقا اینطوری نبودم. شما الان میبینید من سابقا اینطوری نبودم، الان اینطوری شدم. آقا دست میزدی به بلقیس سلیمان رو فوزه میشد. خیالت راحت کنم اصلا اشکال تو بلقیس پیدا نمیشه بکنم. فقط اونجا پاشو زد بالا، خیال کرد اینجا آبه. همین اونم فیلم بازی کرده بودن درش. سلیمان مشغولش کرده بود، خوب دقت نکرد. بعدا دقت کرد اونها چین چین اینا. ولی انصافا سلیمان هم بلقیس هم بی اشکال نبود. این همه را آوردنش نفهمید. ها؟ اگه بلقیس گفت منو نیوردن
همونجا جل کردن، چاپ کردن یه چیزی مثل اون. خب تو رو چجوری آوردن پس؟ خواب بودی؟ من یادم میاد اون سابقه که بچه بودیم یه معلم داشتیم، خانوم بود، اولین معلم ما خانوم بود، خیلی حکیمه‌ای بود، پیغمبری بود، واقعا جلیل خانوم بود، جلیل بود. ما اون موقع میگفتیم جلیل خانوم، با میم میگفتیم. بعدها این حضرات تروک گفتن جلیل یعنی جلینه، جلیل یعنی عروس. ما بعدها فهمیدیم ما موقع پیش یهودی ترکی نمیدونستیم، میگفتیم جلیل خانوم، همه میگفتن جلیل خانوم، نمیدونستن جلینه، گفتیم جلیل. خلاصه تو اون منطقه شیر رفت که کسی رو اومده بودن پیچونده بودن دای قالی، با قالی برده بودن، نفهمیده بود. ای فهمیده بود دادی بیدادی، نفهمیده بود. این جلیل خانوم آقا ورش داشتن از اون همه را کجا بوده بعد منطقه تا شمس اردنش اینجا، اصلا نفهمیده که بابا این همه را آوردنش. آدم نباید بی انصاف باشه، لا دین لمن لا انصاف الله، آدم باید انصاف داشته باشه. نه استغفر الله ربی و تعالی، بلقیس هم اشکال داشته، اما اشکالاش اندازه اشکال سلیمان نبوده. من خیلی میخوام انصاف داشته، اصلا به غیر انصاف اعتقاد ندارم، فقط به انصاف اعتقاد دارم. خیلی اشکال سلیمان بیشتر بود. آقا یه دونه حیوانو میخواستی که پاره کنه، لا از بحن نهو، لا نمو چی چی ان نهو، لگوتی ان نهو، همش ین نهو من نهو. بابا زوره دیگه حیوان رسیده، ننه مورده بیچاره دیگه، همه شیاطین و جن و این همه گلدار و مورده هنه به این تفلک، اونم ننه مورده خود دیر اومد، بابا نه گلداری کرد نه با صد رحمت این شاه ها فوشی بدی یه کاری بکنن، داد بزن تو سرشون یه کاری بکنن. این اصلا ننه مورده رفته درشون دیر اومده شما از بهن نهو و از بهن نهو نمی چیچین نهو. آه خیلی وحشتناکه. حالا پیغمبر سلیمان معصوم هم هست، دمت هم گرم، خیلی با کمال، محبوب هم که هست، لذا ما گفتیم محبوب سومه، محبوب یک و دو نیست، محبوب سومه. آقای حیوان مال دیر اومده، تو اینقدر شروعش میکنی اینطور عذاب، اینا انصافا با عقل ما جور در نمیاد. حالا خدا هم ازش تعریف میکنه، ما چیکار کنیم؟ میگید معصوم هم هست و ما میگیم، ما صدق الله العلی العظیم همه رو میگیم، اما خودمونی که نمیتونیم گول بزنیم که. به قول ابن سینا میگفت چی؟ من نمیدونم چطوری قیامت خلود داره، ماده خالد نمیدونم، ولی صادق مصدق گفته قبول میکنه، پیغمبر گفته قبول داره، حالا خدا میگه ما هم قبول داریم. اما خدا نکنه ما امت سلیمان باشیم، خدا نکنه ما مثل سلیمان حاکم داشته باشیم. آقا این حیوان آقا میگه از بحن نهو از بحن نهو چی چی هن نهو، آقا بای بایی که واسه یه چیزی بهش بگی. لذا بلقیس انصافا نمرش کمتر از سلیمان نیست، خیلی با انصاف باشه. الاحوت و الاحتیاط، احتیاط لزومی، نمرش کمتر از سلیمان نیست. ولی آقا اینجا اینا کاملون هست، این مقام جمعی و کماله، اینجا که فقط این سوره. شما میگی سوره کوثر، من اگه اینو یه سوره کنم میرسم بالا سوره کوثر، ولی الان چه کنم که مارمولک میگفت چی؟ دست ما رو چی؟ اسلام دست ما رو بسته. من کلام بگم میگی آقا تو حدیثش چی؟ حالا من همینطور بعدی چه کنم که اسلام دست ما رو بسته؟ اسلام دست ما رو بسته. واقعا فیلم خوبی بود، دستش درد نکنه، 20 بود نمرش نشد. آقا بذاری 100 تا 200 تا 500 تا فیلم برای ما بسازن، بذار بدیامونو بگن، خوبیامون هم بگن، انصاف داشته باشن، ایوای ما رو بگن، خوبیارم داشته باشن.
اگه ما دهنشونو بگیریم بدیامونو نگن خوبیامونو معلوم نمیشه. خدا داره پیغمبرشون داره میداره. همچین میگه که ما الان میگیم بلقیس کم از سلیمان نیست. یه چنین نازنینی. خدا ببین همه رو میگه. اینه میگه. اونه میگه. اینطور میگه. اینطور. چقدر خوب بود آقا. واقعا ما پول میدادیم اصلا. سوبسید میدادیم آقا. 200 تا 500 تا عید راجب این 1400 سال روحانیت بنویسید. اما انصافا با انصاف بنویسید. اشکالا رو بگید. خوبیا رو بگید. حسنا رو بگید. بدیا رو بگید. هم فرق ما با ائمه معصومین معلوم بشه، هم فرق ما با دیگران معلوم بشه. معلوم بشه علما، بزرگان، اعاظم، شیعه، روحانیت، اینا چقدر خون دل خوردن، اینا چقدر زحمت کشیدن، اینا با چه سختی هایی توی این 1000 سال زندگی کردن. بذار مردم اینا رو بفهمن. آقا 1000 تا عیب ما رو هم بفهمن به نفع ماست. خفش که میکنی 1000 سال ما را بر میداره میره. پس عبادت، تلاوت، معرفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.